چاپگرهای لیزری سیاه و سفید و رنگی. چاپگر لیزری بر اساس الکتریسیته ساکن کار می کند و چاپ از طریق تابیدن نور لیزر بر کاغذ و پودر باردار شده انجام می شود. چاپگر لیزری به دو صورت تک رنگ، سیاه و رنگی عرضه می شود. چاپگر تک رنگ فقط دارای یک کارتریج با پودر سیاه است، ولی چاپگر رنگی دارای 4 کارتریج با پودرهای سیاه، زرد، فیروزه‌ای و ارغوانی می باشد. چاپ در چاپگر لیزری دارای 6 مرحله است. شارژ، ایجاد بار الکتریکی در درام، اکسپوز، تابش اشعه لیزر به درام، دیولوپ، گسترش و انتقال تونر پودر به درام، ترانسفر، انتقال پودر به کاغذ، فیوز، ذوب کردن پودر برای تثبیت آن روی کاغذ، کلین، تمیز کردن درام. حال به تشریح مراحل چاپ در چاپگر لیزری رنگی می‌پردازیم. مرحله شارژ. فرایند چاپ با استفاده از غلتک باردار کننده شارژ رولر شروع می‌شود. غلتک دور تا دور استوانه درام می‌چرخد و بار الکتریکی منفی را به سطح استوانه درام انتقال می‌دهد. مرحله اکسپوز. درام در معرض تابش اشعه لیزر قرار می‌گیرد و متن‌ها و شکل‌های مورد نظر را روی درام مشخص می‌کند. اشعه لیزر با برخورد به سطح درام باعث ایجاد بار الکتریکی مثبت در آن نقطه می‌شود. در نتیجه یک تصویر الکتروستاتیکی روی درام ایجاد می شود. مرحله دیولوپ. غلتک اضافه کننده پودر یا تونر سطح غلتک توسعه دهنده را با لایه ای از تونر که دارای بار الکتریکی منفی است می پوشاند. هنگامی که تونر بر روی غلتک توسعه دهنده پخش می شود، یک تیغه به نام دکتر بلید باعث می شود که ضخامت تونر بر روی غلتک توسعه دهنده به اندازه 15 میکرون شود. همین که غلتک توسعه دهنده با درام تماس پیدا می کند، تونر یا پودرهای دارای بار منفی جذب نقاط دارای بار مثبت درام می شود. مرحله ترانسفر. هنگامی که کاغذ از زیر درام عبور می کند، غلتک انتقال کاغذ را دارای بار الکتریکی می کند و در نتیجه باعث می شود تونر از سطح درام به کاغذ منتقل شود. در نتیجه تصویر به طور کامل به کاغذ منتقل می شود. این عملیات در چاپگر رنگی برای 4 کارتریج تکرار می شود. مرحله فیوز. اکنون برای اینکه پودر به کاغذ بچسبد، کاغذ گرم می شود و پودر بر روی سطح کاغذ ذوب می شود. در این موقع کاغذ به غلتک ذوب کننده نزدیک می شود. حرارت تا 225 درجه سلسیوس درست به مدت 23 هزارم ثانیه بالا می رود و باعث می شود لایه پودر یا تونر به نقطه ذوب رسیده بر روی کاغذ تثبیت شود. مرحله کلین. در مرحله نهایی کارتریج برای چاپ کاغذ جدید آماده می شود. تیغه تمیز کننده یا کلینینگ بلید به آرامی ذرات باقی مانده از تونر را از روی درام پاک می کند و آن را برای چاپ بعدی آماده می کند.